سلام علیکم خوشم اومد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك لطة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجا. بحث مهمی که ایشون در پایان این بحثشون در این جلد داشتن مطرح میکردن این است که تفاوت این که نکاح از نظام اجتماعی طبیعیه ولی زندگی اجتماعی انسان ها بر اساس یک نیاز و مدنیت طبیعی بالاخره ثانویه، یعنی نگاهی که به خانواده هست، تجهیزاتی رو خدا در وجود انسان در نظام خانوادگی قرار داده که باعث میشه تفاوت بکنه حیات خانوادگی با حیات اجتماعی. حیات اجتماعی در اثر یه سری در حقیقت به تعبیر ایشون یه سری در حقیقت تشریک در حیات هست، تشریک در زندگی است. این قراردادهایی است که ایجاد می شود و نیازهایی که انسان رو به اون می کشاند. اما زندگی خانوادگی بر اساس قرارداد نیست، اساسش ها نه حال قرارداد توش نیست. اساس زندگی خانوادگی بر اساس قوایی است که خدا در زن و مرد قرار داده و این قوا به سمت همدیگه اینها رو سوق میده. بعد بر اساس این ایشون اومد هدف نظام این تجهیزاتی رو که در انسان قرار داره که در بدن انسان هست رو چی قرار داد؟ هدف رو، قایت رو، قایت رو ابقاء نوع قرار داد که اینها قایتشون، قایت رو ببینید. اینجا بحثی که جلسه گذشته شد دیگه آخرا جلسه بود، این بحث باید خوب معلوم بشه. ما برای انسان قایت‌های مختلفی داریم. گاهی قایت مثلا فلان وضعیت انسان رو در نظر میگیریم، قایت خاصی دارد. قایت بدن انسان قایت خاصی دارد. قایت فلان تجهیز وجودی انسان، قوه باصره انسان قایتش خاص است. قوه سامع انسان، همون جوری که امام سجاد علیه السلام برای اعضای انسان حقوق میشمرد که قایتی برای هر کدام از این اعضاست که قایت اون عضو است. سلام علیکم ورحمت الله. اما دلیل بر این نیستش که اگر قایتی قایت عضو بود قایت کل هم فقط همین باشد. این قطعا هست، چون این قایت جزء از قایت مراحل در قطعی هستش، وسطاست، مراحل اولاست. اما در این که قایات اجزا و مراحل قبل در اخرا و نهایی هست، دقت میکنید، اما هیچ کدوم از اینها به تنهایی دیگه در اونجا قایت نیست. این نگاه رو اگر داشته باشیم اون وقت بیانی که بعضی از دوستان در انتهای جلسه سوال داشتن، سوال کاملا مندفع و حل میشود که پس اینجا داره میفرماید قایت این تجهیزی که در انسان و این ادواتی که در زن و مرد قرار داده شده، قایت این ادوات چیه؟ ابقاء نوعه. اگر ما قایت رو ابقاء نوع گرفتیم یا قایت رو تشریک در زندگی مثلا بهره‌وری و لذت گرفتیم، خیلی متفاوت میشه. عرض کردیم خانواده با اون نگاه شامل میشود، هم تشکیل شده از دو زن را، هم از دو مرد را، هم از زن و مرد را. تازه اونی هم که از زن و مرد هست همونجا هم قایتش با اینجا متفاوته، نه اینکه عام و خاص باشد، اصلا عام و خاص هم نیست، بلکه اونجا اصلا ابقاء نوع منظور نیست. در اونجا اصلا قایت ابقاء نوع نیست. قایت این داریم چی رو داریم بیان می‌کنیم؟ قایت اون تجهیز این به اصطلاح اعضا و جوارحی که در زن و مرد به تفاوت در رابطه با همین بحث تناسل قرار داده شده، این قایت این تجهیزات و ادوات ابقاء نوع است. لذا اگر ابقاء نوع قایت گرفته بشه، خانواده در نظام طبیعی با توجه به این قایت تعریف پیدا می کند. هر خانواده ای رو شامل نمی شود.
هر نوع تشریک مساعی در نظام اجتماعی رو شامل نمی شود، هر نوع در حقیقت قاعده و قانونی رو در بر نمی گیرد. لذا در اینجا چون ابقاء نوع است، اون موقع هر چیزی که به ابقاء نوع ضرر بزند یا او رو مورد خدشه قرار بدهد، یعنی بدون عقد و ازدواج این صورت بخواد بگیرد، ابقاء نوع در اینجا که افراد متکثری در کار باشند، این بقاء نوع دچار آسیب شده. بقاء نوع با اون نظام هدفمند محقق نشده، چون معلوم نمیشه این نسل از کیست، مرتبطه با چیست. لذا خدا مطابق با اینکه این تجهیزات رو به عنوان ابقاء نوع قایت قرار داده، تمام احکامش رو هم مرتبطه با این جعل کرده. لذا ببینید که بحث ارث هست، بحث در حقیقت به اصطلاح طلاق است و عده هست، دقت بکنید، بحث در حقیقت خود اون خصوصیات نظام ژنتیک هست که اینها خودش توارثی دارد، انواع بحث عفت هست تو نظام اخلاقی، بله، بحث محرم و نامحرم است. تمام اینها تو این نظام یه معنای دیگری پیدا میکند، مطابق با این غایت میشود، تطابق پیدا میکنند. اما اگر این غایت رو ما در نظر نگرفتیم، حتی اونجایی که زن و مرد کنار هم جمع میشند، نه به لحاظ این غایت، احکامی هم که جعل میشه احکام متفاوت میشه. لذا اگر یه موقع به تبع اینا این احکامو جعل کردن، این احکام با غایت سازگار نیست، تفاوت داره، چون اون نوع جمع شدن و اون نوع ازدواج و اون نوع رابطه و اون نوع در حقیقت بقای نوعی که اتفاقی محقق بشه، سلام علیکم، اونها دیگه این قوانین رو نمی طلبد، اونها با این سازگار نیست. بله، در حیوان تکوینن این بقای نوع صورت می گیرد، تخلف کمتر دارد، دقت می کنید. بعدم بقای نوع در هر به اصطلاح موجودی مطابق غایت نهاییش شکل گرفته، یعنی این غایت تو مرتبه تجهیز این ادوات خودش تحت تابعیت غایت کل است که نظام روح و جسم است، که نظام انسانی است. لذا قطعا باید تمایز داشته باشه، یعنی هیچگاه غایت مرتبه عالی با مرتبه دانی به این معنا نیست که این به اضافه آن. عرض کردیم ابتداعا این در حقیقت مرتبه دون با مرتبه به اصطلاح اعلا هیچگاه به معنای این به اضافه نیست، و الا میشد ترکیب، این نوع نمیشد، دقت کردی، این میشد یه اضافه ترکیبی، ترکیب در حقیقت انضمامی، اما اینجا ترکیب اتحادیه، یعنی وقتی که یه غایت کل میشود، تمام این غایت های جز مرتبط با او معنا میشود. لذا نظام خانواده در اینی که تشابه بین تطبیق و تشابه بین تکوین و تشریح هست، دقت میکنید، در این حال این گونه نیستش که تکوین انسان عین تکوین حیوان باشد به اضافه. خب تو نظام اولی ببینید، تو نگاه اولی از همین سیدی که بقای نوعی که ما تو نظام حیوانی میبینیم شروع میکنیم، اما بعد از این چی کار میکنیم؟ این رو قواعد داریم، این رو سرایت میدیم به اون مرتبه و تجریدش میکنیم از این اون به صلاح مراتبه. لذا تو نگاه اول ما با اینا با همین مرتبه میایم، یعنی الان در مقام احتجاجیم با کسی که به دینم اول قائل نیست، داریم این رو بحث میکنیم. همین این به اصطلاح حرکت با این نگاه میتواند در حقیقت ما رو توی مرز مشترکی با اونا قرار بده، اما بعد از اینکه از این مرز مشترک ما تثبیت کردیم مسئله رو، اون موقع این رو چیکار میکنیم؟ تجریدش میکنیم مرتبه عالی تر، اونجا دیگه در حقیقت یه بحث دقیق تر، و اما همین مقدار هم خودش یه بحث دقیقی است که قابل احتجاج میکنه مسئله رو. میتونیم به اونها نشون بدیم، میگیم با این مسئله محسوس، مشهود، قابل در حقیقت رؤیت وجدانه، لزومی نداره حتما شما اول به دین قائل بشید بعد بخواید این رو بپذیرید. این بدون دین هم خود نظام طبیعت داره به همین سمت چیکار میکنه؟ سوق میده. هرچند اون طبیعتی که شما میبینید با طبیعتی که ما میبینیم مراتب طولی است، شما به شرط شی میبینید، ما این رو لا به شرط میبینیم، این لابه شرطیت راه رو باز میذاره برای اینکه بعدا بتونیم چیکار بکنیم، لابه شرطیت دیگه، تا به مراتب بالا عروج بدیم این رو و از این مرتبه حد محدود مادی رو فراتر ببریم، چون ماده در این مرتبه هم لابه شرط در انسان، که این رو قبلا بارها و بارها بحث شده که تمام مراتبی که در وجود انسان هست، از مراتب
عالم جمادی، نباتی و حیوانی در وجود انسان هست، اما به نحو لا به شرط، نه به نحو به شرط شی که عین او باشد و انسان او رو داشته باشد به اضافه یه مرتبه دیگری که ترکیب انضمامی بشه، نه، ترکیب اتحادی است و حقیقتاً روح انسانی که در این موجود حاکم است یه حقیقت واحد است، اونا میشن شؤون این روح. لذا فعل انسان هم، حرکت انسان هم، خواب این انسان هم، خوردن این انسان هم دیگه یأکلون کما تأکل الانعام نیست. کافر خوردنش هم مثل خوردن چیه؟ یأکلون کما تأکل الانعام، یعنی خوردنش هم خوردن حیوانیه، چون او همین مرتبه. اما انسان در حقیقت یأکلون کما تأکل الانعام نیست، انسان خوردنش هم انسانیست، خوابیدنش هم انسانیست، راه رفتنش هم انسانیست. تمام اینا چقدر یه آیه زیبا میفرماید که اینها در حقیقت چی هستش؟ کفار یا اکلون که متأکل الانعام. ولی چه اصل عظیمی است که در اینجا با همین کلمه القا کرده. لذا اون نظام ابقاء نوع هم در اینی که تو نگاه اول ابقاء نوع مثل نظام حیوانی است و طبیعی و همون مرتبه است، اما تو مرتبه عالی تر این ازدواج و این ابقاء نوع هم چی هستش؟ لا به شرطیت دارد و مطابق با اون غایت نهایی است. یه بحث بسیار بله. خب این ببین این قدر مسلم مسئله است. ببین این مسئله اول مسئله است که ما اول اینجوری حرکت بیان میکنیم. اول این مرتبه بیان میگیم ما بدن یه غایتی دارد. غایت بدن که با شما ما تشارک داریم این است که ابقاء نوع است. مثلا در نظام چی؟ ابقاء شخص و ابقاء نوع. ابقاء شخص در خوردن و ابقاء نوع در تولد و تناسل است. مثلا درسته؟ که لذات هم تو این تعریف می شود، تو این دیده می شود، منتها لذت هدف نهایی نیست. اونا هدف نهایی می گیرن بهره مندی رو، این میگیم نه، لذت هم تو این مسئله دیده شده، حکم داره. این تو نگاه اول. اما تو نگاه ثانی میگیم چی؟ تو نگاه ثانی میگیم که حتی این به اصطلاح نگاه طبیعی و غایت طبیعی هم این گونه نیستش که ما با اونا مشترک باشیم و یه چیزی ما اضافه داشته باشیم تو مسیر حرکتمون، نه، خود این هم ماهیتا متفاوت است. لذا همین بس فقط اینجا نیست، یه کلیده. دنیایی که دین معرفی میکند دنیاش هم با دنیای اونچه که غیر به اصطلاح متدین مطرح میکند متفاوت است. یعنی این گونه نیستش که ما دنیامون با اونا مشترک باشد بعد چی باشد؟ یا آخرتی هم داشته باشیم پس ما اضافه داشت، نه، این گونه نیست. از ابتدا ماهیت دنیای ما هم با ماهیت دنیای اونا متفاوت است. لذا رفاهی هم که ما تو اسلام داریم با رفاهی که اونا مطرح میکنن کامل، چون یه هدف واحد است که اینها رو میکنه لا به شرط. این بحث لا به شرطیت یه بحث بسیار عالی و دقیق است که همه مسائل قبل به لحاظ بعد لا به شرط میشن. لذا چون لا به شرط میشن تحت پوشش اون روح نهایی قرار میگیرن. حتی انسان در مراحل حرکتش به سمت کمال، حرکت هر انسانی به سمت کمال هر چقدر رشد پیدا میکنه، هر چقدر این انسان رشد پیدا میکنه، تمام حرکات سابقش، تمام حرکات دیگری که از مراتب دیگرش نشأت میگیره از این مرتبه این الان نشأت میگیره. یعنی همین انسان 5 سال قبل اگر رتبه وجودیش 5 بود، درسته، همه حرکات بدنیش، همه حرکات خوابش، خوردنش، نشستنش، برخاستنش، گفتنش، دیدنش، شنیدنش، تمام اینها اگر از رتبه 5 نشأت میگرفت همه اینها تابع این بود. الان که در رتبه 10 قرار گرفته تمام اینها از رتبه 10 نشأت میگیره. نه فقط رتبه 10 یه تفکر و تعقل و یک معنویت ویژه باشد، اینا همون مرتبه باشن. اینجوری نیستش که انسانی که حیوان این گونه نیست. حیوان همون مرتبه ای رو که از ابتدای تولد میبیند، بی دیدن حیوان از مرتبه تولد با دیدنش در مرتبه نهایی یه مرتبه است. تفاوت هم اگر داشته باشد خیلی کمه. ما نمیگیم حالا قطعاً، چون این اصل مسئله بحث شده ها، اما تفاوت اینقدر کمه که قابل این که اینها رو از هم جدا کنیم. اما در انسان اینجوری نیست. حرکت حیوان حرکت دوری است، حرکت انسان حرکت
طولی است که این حرکت طولی دائما داره این حرکتش باعث میشه تمام نظام بدنیش و متعلقات نظام بدنیش که از قوه جسمیه تا نظام نباتیه تا حیوانیه تمام اینها رو در حقیقت شامل میشود تابع اون آخری مرتبه. اگر این ساقط شده باشد از نظر نظام روحی، همین هم ساقط شده تر از مرتبه جسمی و حیوانی و نباتی هم، بل هم ازل، یعنی اولاکه کل انعام بل هم ازل، اینجوری هستن. اگر هم رشد بکند همه اینا تابع این مرتبه. این به عنوان یه قاعده است تو تمام اصول و معارف ما، تو تمام اخلاق و رفتار ما، تو تمام نظام ده. یه کلید است مختص به اینجا نیست. لذا نظام ازدواج هم از جمله این مسائل است، از جمله این مسائل است که ازدواج هم رابطه ها هم دقیقا تمام اینها. لذا ببینید اونا وقتی که ازدواج رو اینجوری مطرح میکنن و غایتش رو این قرار میدن، تمام نگاهشون و متعلقات نگاهشون، احکامشون، قوانینشون و مسائلی که تعریف میکنن برای اونها کاملا مختلف میشه در بسیاری از موارد با اون چه که کسی که این غایت رو چیز دیگری قرار میده تو مرتبه همون وسطا یا اولا. دقت میکنید؟ میبینید که اون وقت ما میخوایم همه اون مسائلی رو که اونها با اون غایت تعریف کردن میخوایم همون جور داشته باشیم، دیندار هم باشیم. اون وقت این میشه دین سکولار، این میشه دین سکولار. یعنی ما تو زندگی همون اهداف رو، همون مثلا کار رو، همون رفتار رو داشته باشیم، تو آخرتمون جدا باشیم، آخرت هم داشته باشیم. این آخرت دیگه از دنیا شروع نشده، این آخرت دیگه روحش در اینجا حاکم نیست، این آخرت یه امر منفصله، یه امر جداست. لذا این انسان، انسان التقاطیه، یه انسان واحد نیست که حقیقت روح واحدی داشته، دو روح درشه که انهو تو این مسئله مادی است، تو اون مسئله چی هست. لذا اینا از ابتدا با هم متفاوت میشه. اما اینجور نیستش که نتونیم با اونها مهاجه بکنیم، چون نظام طبیعیه، چون بر اساس نظام طبیعی قابل چی میشه، این احتجاج میشه که خدای سبحان این اعضا و جوارح رو که در این مثلا وجود قرار داده برای این قایت خودش رو قرار داده. لذا قایت این مشهوده، معلومه. اگر در جای خانواده تشکیل بشود که به دنبال این مسئله، حالا این موقع از خانواده تشکیل میشه بچه به دنیا نمیاد، قایت این بوده، اما چی میشه؟ فرزنددار نمیشن به لحاظ موانع، او بحث دیگری، او اشکالی ندارد. اما اگر اساس از نگاه اول بر این اساس تشکیل نشه اصلا، بر این اساس دیده نشه اصلا و اصلا این مطلوب نباشه به هیچ وجه، نه مطلوب اولا، نه مطلوب وسطا، نه مطلوب عقبا، هیچ نباشد، اگر نباشد این اساس بر یه نظام غلطی شکل گرفته. او وقت بحث این است که اگر اینجوری شد، لذات به تبع این معنا پیدا میکند، لذاتی که خودش هدف نهایی باشد به گونه‌ای معنا پیدا میکند، لذاتی که هدف چی مرتبط با این معنا باشد معنای دیگری پیدا میکند. درسته؟ تونستم عرض برسونم؟ ببین این چقدر این نوع نگاه منسجم و منظوم پاسخگو میشه انسان رو تو مسائل مختلف. اگر انسان اینجوری به مسئله نگاه بکند، بتونه این رو در حقیقت توی تعریف کاملا منسجمی در بیاره، اون وقت احکام دین که حالا وارد میشه آدم میبینه این احکام همه تو جایگاه خودشون قرار میگیرن و قابل توجیه، همه این احکام تو جایگاه خودشون قرار میگیرن و قابل توجیه. اگر بحث ارث است، اگر بحث عده طلاق است، اگر بحث های تعدد زوجات است، اگر بحث های همه این بحث ها میبینید تو چی هستش؟ این سخت گیری های تو بحث نکاح و طلاق و این در حقیقت جدیت در این مسئله که حفظ بشود مسئله، وقت اینا تو جایگاه خودش با این معنا پیدا میکند، عمق پیدا میکند. فقط یه فرع فقهی تنها نیست، بلکه با یه هدفمندی این فروع چی شده؟ تشریع شده و ازش باید دفاع بشه. لذا هر جاش استکاک ایجاد شه و خدشه ایجاد شه، خدشه به کل داره وارد میشه. اینقدر سخت و اینقدر باید دفاع شدید باشد. فکر نکنیم حالا این حکم اگر زیر سوال رفت، خب اصل رو ما حفظ کنیم به این حکم فعلا کاری نداشته باشیم. نه، این حکم یه منظومه است و یک بحث از منسجم با هم است. هر جای شاخه درخت مورد تهاجم قرار بگیره، تنه را دارن مورد تهاجم، مرتبط محض است، منفصل نیست. اینم یه نگاه تو ببینید هر جا که ما بریم اگر با این نگاه بکنیم مسئله رو، اون وقت دین چقدر لذت بخش و زیبا و گفتنی برای دیگران و قابل در حقیقت بیان برای دیگران میشه. بله. تعرض میشه، میگم چون تو تحت اون قایت نمیگونده، اون قایت لذت
بله، ببین اگر اون غایت تبیین شد، بعد با ضرورت و نیازهای بشریت هم دیده شد که ضرورت‌های بشری هم دیده شده، یعنی اون غایت اینجوری نیستش که غایت منفصله جدای بدون دیدن نیازها و ضرورت‌ها باشد، یعنی اومده نیازها و لذت‌ها رو هم تو این کاملا دیده، اما تو دایره همون، تو دایره اصل و فرع، تو دایره که اون اصل است و این چی هستش؟ فرع است. بها دادن به هر کدوم از اینا مطابق اون است. این رو هم طریق برای او قرار داده، این رو هم یه سوپاپ اطمینانی برای حفظ او قرار داده، نیامده در حقیقت یه جعل قانونی بکند غیر مطابقه با او. تمام وقت همین این بیان این هم مطابقه با او معنای دیگری پیدا میکند، یعنی اگر کسی متع رو با این نگاه بکند، با این در حقیقت منظر مرتبط با این مسئله ببیند، میبینه اونم تو جای خودش مؤید و مؤکد همینه و هیچ تنها تضادی با این ندارد. اما اگر اینو جدا ببینه، اگر این رو فقط یک تمتع چی ببیند، تمتع بی ارتباط ببیند، تو این نظام کل نبیند، او در حقیقت وقت میشه خلاف مقصود این، یعنی این رو زیر سوال برده. اما نمیبینه این نظام جامع انسان رو میشناسه، غایت رو دیده، در عینی که نیازهای متفاوت انسان رو تو نظام شهوت دیده و همیشه این نظام شهوت تو دایره ابقاء نو نیست، تعدیل این رو که تو دایره ابقاء نو قرار بگیره، جوری این رو قرار داده که متعه هم چی بشه؟ خود این یه قانونی در طریق تأکید او بشه. برای این هم همه قوانین که جعل شده تو نظام مهریش، تو نظام مدتش، تو نظام نوع عدهش، تو نظام ارتباطش، تو نظام قوانینش، تمام اینها به طوری قرار داده شده که یه چیز جدای در قدر غیر مرتبط نباشد. اگر کسی تحلیل او رو هم درست بکنه، حالا ایشالله اگر فرصت شد اون بحث رو هم تو بعدها تو جلسات بعد اگر فرصت شد اون بحث بدونی، اونم مؤکد همین میشه، اونم مؤید همینه، اونم یکی از پازل‌های قطعات این پازل است که داره این رو چیکار میکند، همین قاعده و همین غایت رو داره تأکید میکند. این معارض و لذت ما شخصیت فمینیست ها مثلا داره لذت ما رو، رقابت ما رو مثلا این رو محدود میکنه، یعنی در تعارض اینا در طول نمیبینن. ما حل میکنیم، ما میگیم آره میخواد محدود کنه لذت رو، ما قبول میکنیم میخواد لذت رو محدود کنه، ما این رو رد نمیکنیم. حاضر این قرار میدیم، اما با همین نگاه خودمون ما نمیایم بگیم که نه این میخواد لذت رو نامحدود کنه. ما درسته که میگیم تو روابط زن و مرد هیچ حدی در حقیقت، تو روابط زن و مرد در جایی که زن و شوهر باشن حدی در کار نیست، درسته؟ این در حقیقت اون حد نظام زن و شوهری در کار نیست. اما نسبت به زن و هر زن و مردی که این لاحدی رو قبول نمی‌کنیم که محدودیت ایجاد کردیم، قطعا محدود برای بقای نوعی محدودیت‌ها لازم است، محدودیت هایی که تو طریق این، لذا تو نظام متعه هم محدودیت هایی مثلا قطعا مقدر شده تا سوق بده به همین نظام ابقاء نو، مکمل همین باشد، یه سوپاپ اطمینانی برای همین باشد، در مقابل این قرار نگیره. ما از همه اون چی که اونها ما رو میترسونن که نمیترسیم که بگن محدودیت خوب بد، اما این محدودیت ما الز از اون نامحدودیت اوناست. این محدودیتی که ما قرار میدیم تازه زندگی رو و رابطه رو هم چیکار میکنه؟ علز از اون نامحدودیه که اونا میکنن. یعنی اگر کسی تو این درست تحلیل کنه و باز بکنه، میبینه اون چیزی که دین گفته لذت زندگی رو هم، لذا خود اونها میگن که شرقی ها از جهت بهرمندی و لذت ها و گرمی زندگی، خود اونها قائلن به این که این علز براشون. لذا یکیشون نقل کرده بود، خلاصه من یه جا گفته بود که من یه خانومی رو دیدم که این خانوم با اینکه تمام به اصطلاح بدن پوشیده بود و فقط صورتش بیرون بود، اینقدر این صورت قدرتمند بود به خاطر پوشش هایی که در واقع بود، این تمام حرکات چشم و این صورت، همین قسمتی که بازه، آنچنان منو مبهوت کرد که تو هیچ زن غربی نتونسته بودم این قدرت رو تو صورت ببینم. یعنی محدودیت در وجود قدرت رو در حقیقت منتقل میکنه، متمرکز میکنه، به طوری که اونی که میدونه که او با تمام وجودش جذب میکنه، این تونسته از یک نقطه وجودیش که همین صورتشه، همین اون گرمی رو در حقیقت چکار بکنه؟ داشته باشه. خب تو زندگی البته حالا اینو بحث داره تو جای خودش، بله، حالا اینو نمیخوایم بگیم که این تبرزش هم خوبه ها، اما میخوایم اون دیده بود بالاخره. حالا بله، اونم جزء نظام همینه دیگه، اونم جزء، یعنی اگر تو تقیه هست به عنوان چی هستش؟ به عنوان یه ثانوی هست دیگه، یعنی اونم جزء دینه که اگر تو تقیه هست شما لازم بود که این رو در حقیقت کار بکنید،
احکام فردی کنار بذارید، مثل یه عرض میمونه. ذاتش رو قائلی، حقیقتش رو قبول داری، ایمان بهش داری، باور بهش داری، تو نظام عملی مجبوری چی؟ الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، یعنی اکراه شده در نظام عملی، اظهار کرده، اما قلبه چیه؟ مطمئنون بالایمان، قلبش داره همون نظام رو تایید میکنه. اگر یه جایی مجبوره شاخه رو قطع بکنه درسته یا عمل نکنه، این با حفظ این است که این جبر بر او حاکم شده، برای حفظ کل این کار رو دارد میکنه اینجوری، اما نه در جایی که انکاری باشد که اختیارن باشد، بی اعتنایی اختیاری باشد، اونجا که اینجوری نیستش، که اون اکره و قلب و مطمئنون بالایمان نیست. اونجایی که دفاع صورت نگیره از جایی که خدش وارد شده، دفاع صورت نگیره، قلب و مطمئنون بالایمان نیست. دقت کردی؟ چون دفاع نمی کند قلب و مطمئنون بالایمان. اما اگر یه جایی ناچار است، داره می سوزه، اما مجبور این رو چکار بکنه؟ تظاهرت به دیگری و کار دیگری بکند، او در حقیقت اون سوختن همون دفاع است در این رتبه، و قلب و مطمئنون بالایمان صدق شد. وقتی هیچ نمی خونیم حال شما بگید صفحه اولی بالاخره بعد. قایات با ملاکات تفاوت‌هایی دارد. ملاکات گاهی به مبدعیت برمیگرده، گاهی به قایات برمیگرده ملاکات. اما قایات خودش در حقیقت اون نتایجه، اونی که به سمتش حرکت داره میشه، اونی که علت غایی این حرکت قرار داده شده. منتها ملاکات گاهی از قایات نتیجه گرفته میشود، گاهی فقط از قایات نیست، گاهی از مبانی نشأت گرفته میشود ملاکات. بله، نسبتش دقیقاً چه؟ چون ما قایلیم که به ملاکات دسترسی نداریم. بله، ما وقتی میخوام این مثلا حکم شرعی رو تبیین کنیم، ما که به ملاکش دسترسی نداریم. بله، اگر بخوام بگیم این قایتش چنین است و چنان است، اگر قایت رو این بگیریم این میشه و قایت رو اون بگیریم چیز دیگری میشه. خب باید به این دسترسی داشته باشیم، نسبتش چیه؟ خب عرض کردیم داریم همین رو بیان میکنیم که در اینجا ملاک، در اینجا همون نظام طبیعته، نظام طبیعی در اینجا تو این مرتبه داریم از نظام طبیعی استفاده میکنیم دیگه، تجهیزی که خدای سبحان در این نظام طبیعت کرده، و الا لغو و معطل میشود و الا عبث میشود وجود این عضو. وجود این عضو عبث است، غایت و کارکرد این محقق نشده. مثل اینکه کسی که چشم رو در حقیقت کار بکنه داشته باشه، چشم رو به کار نگیره، دائم چشمش بسته باشه، این بودن این عضو لغو و عبث شده. دقت میکنی؟ چشم برای دیدن است. درسته که حد گذاشتن برای دیدن این رو از کار نمیندازه، اما اگر گفتی نه کلا نبین، میگو اگه چشمت خورد به نامحرم چشمتو کور کن، خب این نه، این صحیح نیست، این قایت رو در اختلاف در این نیست که اونها از این قوا استفاده نمی کنن. اختلاف در سر اینه که مثلا نه دیگه، اونا میگن که ببینید اونا میگن تفاوتی خانواده بین دو مرد یا دو زن یا مرد و زن فرقی نمی کنه. یه خانواده از هر سه اینا تشکیل بشه یکیه، پس معلوم میشه کار کرده اینها کار کرده اختلافی و تفاوتی که دارن فرقی نمی کنه. همون کارکت تو دو مردم میاد، همون کارکت تو دو زنم میاد، همون جایی که مثل مرد و زن میاد. پس معلوم میشه که اینا این تفاوت رو به کار نگرفتن. مثل اینه که بگی چشم با گوش دو کارکت داره، اگه کسی گفت چشم و گوش یک کارکت دارن هر دو، همون جوری که چشم میبیند گوش هم میبیند، خب این غلطه، این دو تا کارکت داره، نمیشه اینها رو در حقیقت یکی گرفت. در نظام زن و مرد در عین اشتراکاتی که دارن، تفاوت‌هاشون باید به کار بیاد، ملموس بشه، مشروط باشه. اگر قرار شد این تفاوت فرقی نکند در نظام خانواده یکی باشد، این معلوم شد کارکردش درست به کار گرفته نشده. بله، اینی که باید اعضای بدن به واقعیت اصلیشون برسن این یه حرفه. بله، اینی که بیایم واقعیت اصلی ازدواج رو رسیدن بدن به طبیعت خودش بدونیم، اینم یه حرفه. ما اینو الان اینجوری نگفتیم، واقعیت ازدواج قایاتی دارد از جمله نه قایت ازدواج به لحاظ تجهیز، به لحاظ این قوا. ببینید قایت ازدواج به لحاظ این قوا، به لحاظ خب بله دیگه، ببینید متن رو ببینید، ایشون فرمود که و انها ذات تجهیز لا قایت الله الا تولید المس و ابقاء النوع. ببینید این تجهیز، این جهاز وجودی قایتش این است. من این رو عمدن از اول بحث اینو تکرار کردم، تفکیک کردم که اعضا و جوارح ما هر کدوم قایتی دارن، در کنار قایت کل بدن، در کنار قایت کل انسان، اینا همه تو راستای اون کلم قرار میگیرن، اما هر کدوم هم قایت خودشون رو باید داشته باشن، تلف نشه این قایت. اینا هم الان اینجا میفرماد قایت چی؟ تجهیز. قایت ازدواج به معنای کل ازدواج این نیست، این جزءشه، این یکی از اجزاء اونه البته،
این قایت، این قوه و این تجهیز و این جهاز وجودیه. ازدواج که فقط به لحاظ این به اصطلاح چیز نیست، این معد است برای اینکه ازدواج صورت بگیرد، شکل بگیرد. البته کارکردهای زیاد دیگری، چون دوتا انسان، دوتا روح که در کنار هم قرار میگیرن، خیلی کارکردها از اینها میاد و نتایج در میاد. بله جان، ببینید این بحث، اینو همه بحث داره در مقام اینکه در خارج از رحم هم میشود این شکل بگیرد. این مثل میموند که انسان بگه آقا غایت این دستگاه گوارش چی هستش؟ هضم و جذب غذا از طبیعتن. حالا اگر تونستن غذای هضم شده به انسان تزریق کنن، مثل آمپول بزنن به رگ یه دفعه دیگه از نخودم معده عبور کنه، چه فرقی میکنه؟ خب الان همینه. ببینید ما اگر معده ما قاعدش این است که این باید چیکار بکند؟ باید غذا بخوره تا هضم بکند. حالا ما داریم مثال میزنیم دیگه، تو قاعده شخصیه خوردن چی هستش؟ این نوع قاعده شخصی در اینجا دیگه در بدن، این باید این اعضا و جواره به کار گرفته بشن. اگر شد انسان به جایی رسید که فقط آمپول میزد و زنده میموند، آیا این بگیم پس دیگه به اصطلاح غایت طبیعی رو بادن؟ نه، اینجا اگه معده کار بیفته، خود اکار افتادن معده چی میشه در طولانی مدت؟ خود همین این عکس العمل منفی ایجاد میکنن. لذا همین که الان میگن که خارج از نظام بدن، هنوز نتونستن به لوازمش پایبند باشن که چه مشکلاتی رو ممکنه ایجاد کنند. سعی کردن بازسازی کنن، نظیر سازی کنن، شبیه سازی کنن رحم رو در بیرون. سعی کردن نطفه مد رو، انتقالش رو از غیر طریق مثلا معهود انجام بدن. اما باز هم اونی رو که اصل میدونن این است که به رحم منتقل بشه و از طریق رحم روش بکنه، چون میگن اگر در بیرون اگر این انجام بشه قابل پیش بینی نیست که این نتایج بعدی در رابطه با انسان چگونه میشود. پس این قاعده طبیعی با زیر سوال رفته. بله، ارتباطات نامشروع، ببینید تو ارتباطات نامشروع با توجه به قوانین مجعولی که دنبالش هست هیچ تضمینی برای بقای نسل نیست. مردی که بچه رو در حقیقت ایجاد میکند، رها میکنه میره و منضبط نیست به این که این توارثش بعد نمیدونم نظام محبتش، نظام این بچه، نظام طبیعتش که بار میاد، این ابقاء نوع نیست، این بلکه افساد نوع است. یعنی تو طریق در حقیقت اهلاک نوع است. حتی بچه به دنیا آمده، اما این بچه‌ای که اون مسیر وجودیش از جهت اقتصادی، اجتماعی، از جهت قانونی، محبتی، عاطفی محقق نشه، این بچه داره چیکار میکنه؟ در مقام افساد نوع دیگه، یهلک الحرث و النسل. این بچه در مقام اهلاک هر سو نسل است. درسته؟ درسته که تو نظام قایت طبیعی هم گاهی اهلاک هر سو نسل میشه، اما او نادر است. لذا ببینید اگر ولد و زنا میشود، ولد زنا احکام خاص پیدا میکند، چون این آمادگی و اقتضاء وجودیش به سمت اهلاک هر سو نسل بیشتر است. لذا باید مراقبت بیشتری نسبت به این صورت بگیرد. پس معلوم شه که او اگر نادرن یه موقع خطاً گناه معصیتاً اتفاق میفته، با مراقبت ویژه میشه او رو تو مسیر اصلی با مراقبت ویژه قرار داد، ولی مراقبت‌های بیشتری میخطلبه تا اینکه تو. لذا اینا همه ببینید سر جاش که بساده میبینه که چقدر مسائل زیبا و دقیق میشود. خب حالا این تتمه بحث رو هم ببینید، تو بهاز البناء الا ما يتفرع علیه من المشکلات والمحاذی، تا اینجا خوندیم. اما القوانین الاخر الحاضره فقط وضعت اساس النکاح، دیگران قوانینی که گذاشتن، گو قوانین ما همه مدافع همون بحث چی هستش؟ همون بحث ابقاء نوع است. اما دیگران قوانینی که گذاشتن فقط وضعت اساس النکاح علی تشریک زوجین مساعی ما فی الحیات، فقط یه زندگی مشترک است، غایت زندگی مشترک هست. ببینید چقدر زیبا اینا رو تفکیک کرده. اگر غایت شد تشریک و زوجین مساعیهما فی الحیات، زندگی مشترک، زندگی مشترک می سازد با دو مرد، می سازد با دو زن، می سازد با مرد، زندگی مشترک هست این. مساعیهما فی الحیات، میخوان یه زندگی داشته باشن در کنار هم، دو نفر با هم زندگی بکنن. اگر اینجوری شد فن نکاح، حالا ایشون ناظر به این مسئله در اینجا نبوده ها، بیشتر همون زن و مردی رو که نوع زندگیشون رو بر اساس چی قرار میدن، فقط تشریک مساعی برای این غایت قرار میدن.
اما اینها همه به خصوص مسائلی که امروز شدیدتر شده و این توی این 30-40 سال اخیر مثلا شدت بیشتری پیدا کرده، این توی این میگنجه تو این تعریف ایشون. فن نکاحو نو اشتراک در نظر اینها فل ایش هو از یک در این نگاه نوع اشتراکی است در زندگی که هو از یک دائرتن من الاجتماع البلدی و نحو ذلک، یک در حقیقت اجتماع کوچک است، یعنی همون نگاهی که به اجتماع بلدی بود رو شما کوچکش بکنید میشه خانواده در نظر اینها، اما در نظر ما اینجوری نیست. ما میگیم اجتماع بلدی یه قایتی است، یه تشریک مساعی است در اونجا، اما اجتماع خانوادگی به عنوان یه قانون طبیعی است که این ابقاء نوع قایتش است. پس قایت اجتماع خانوادگی ابقاء نوع و تولید نسل است، قایت اجتماع بلدی و هزاری و شهرنشینی و اون اجتماعات مرتبط با هم اونا قایت تشریک مساعی است، میان قواشون رو و به اصطلاح توانایی هاشون رو به اشتراک میگذارن تا بهرمند بیشتر از همدیگه بشن در اونجا در نظام به اصطلاح چی؟ اجتماعی شهرنشینی، به اصطلاح اون اجتماعات اینجوری. این اجتماع قایتش تشریک مساعی است. اونها اومدن گفتن که همین تشریک مساعی که نظام اجتماع هزاری هست رو شما بیار تو نظام خانواده، این کوچیک اونه، این در حقیقت مینیاتور همونه. دقت میکنید؟ میگه نه، ما این حرف رو نمیزنیم. ما میگیم درسته که این مبدع میشود برای این که او چجور شکل بگیرد، اما اجتماع بلدی تشریک مساعی است در نهایت و لذا مبتنی بر نظام طبیعی هم ممکنه نباشه، اما اجتماع خانوادگی مبتنی بر یک در حقیقت قانون طبیعی و ادوات و از ابزاری است که در حقیقت تو اینجا چیده شده و قایتش ابقاء نوع است و تولید مثل است. چقدر خلاصه تفاوت زیبا میشه. اون حرف اونا تو نگاه اول خیلی هم خریدار داره که میگه این یه سلول از اون چی هستش؟ یه سلول از اون کل است، این همون کل است، یه سلول است. درسته که خانواده به عنوان یه سلول از کل است، اما این سلول اینجوری نیستش که در تمام اهدافش با اون کلی که اونا میگن، چون کل کل اعتباریه، مشترک باشد. لذا اجتماع بیرونی بنابر این نگاه در حقیقت با این نگاهی که داریم الان اینجا بحث میکنیم یه اجتماع اعتباری است، ولی اجتماع خانوادگی اجتماع اعتباری نیست، یه اجتماع مبتنی بر یه نگاه حق طبیعی و قانون طبیعی است. دقت کردید؟ نیستن، اما ببینید نگاه اعتباری که برای اجتماع قائل نیست، ولی در این حال بحث استخدام رو که مطرح میکنند میگه این قوه استخدامگری قوه است که دیگران رو به کار میگیره در تشریک مساعی. ابتداعا هم هر کسی به عنوان تشریک مساعی داخل میشود و بعد چی کار میکند؟ اگر قدرت و غلبه پیدا کرد سلطه‌شو ابراز میکند. اما در نظام خانواده اصلا اینجوری نیست. در نظام خانواده دو تا در حقیقت نیرو هستن که این دو تا انتها کارکرداشون با هم تعامل دارد، هیچگاه به سیطره یکی بر دیگری که دیگری فقط چی باشد؟ فقط مطیع باشد کشیده نمی شود، چون اون برای خودش فاعلیت دارد اون شخص به سراغ دیگری. هر کدوم از اینها خودشون چی دارن؟ فاعلیت خاص خود. او بدون این نمیتونه کاری انجام بده. قدرت حذف این اگر بخواد اینو حذف بکنن، این حذف خانواده رو اصلا پاشونده از هم دیگه. دقت کردید؟ ولی در نظام اجتماعی میشه. در نظام اجتماعی حذف دیگران مانعی ندارد و هیچ صدمه به اصطلاح به پاشیدن اجتماع از ابتدا کشیده نمیشود. حالا این اصل مسئله رو ببینید، تو این زوم بکنید دقت بشه تا ان شاء الله جزئیات مسئله این میخوایم تطبیقش ببینیم بس تمام شه امروز. و حاضر بله و اما القوانین الاخر فن نکاح و نوع اشتراک فی الاش و از یک دائره من الاجتماع البلدی و نحو ذلک، اینها اینو میگن که فقط نکاح یک خانواده کوچکی از همون اجتماع بزرگ است. اینا اینو میگن، هر دو هدف مشترک است. و لذلك لا تر القوانین الحاضره متعرضتون، میگه چون اینجوری میبینن، لا تر القوانین، نمیبینی قوانینی که اینها وضع کردن متعرضتن لشیء مما تعرض له الاسلام من احکام العفه و نحو ذلک. اینها چون بر نظام تشریک مساعی اون نظام عفت در اونجا اصلا معنا پیدا نمیکنه تو نظام اجتماعی، اون وقت لذا میبینید تو خانواده هم که جزئی از اون میبینن این احکام دیده نمیشود. اگر یه جایی این احکام رو ضمیمه میکنن، این اخص از جای دیگر است که بردن کنار این قرار دادن، با قایتی که قرار دادن سازگار نیست، اما میبینن یه اختلالیه تو کار. وقتی اختلال رو میبینن با اینکه اون قایتشون ای رو نمیطلبد، اومدن اینها رو ضمیمه کردن که خودشون گاهی اظهار میکنن که ما در حقیقت قائل به اون قایاتی که اخلاق مطرح کرده نیستیم، اما از باب ضرورت که نظام اجتماعیمون
اون نظام اخلاقی لازم دارد و ضروری است، مجبوریم با اینکه اینها رو یه اعتبار بی در حقیقت اثر چیز میبینیم تو نظام اون غایت، ولی مجبوریم اینها رو جعل کنیم تا حفظ بکنیم. گاهی اینجوری تو خودشون ذکرم کردن و هازل بنا علاما یتفرع علی من انواع المشکلات و المحاضر الاجتماعی علاما سنبین ان شاء الله العزیز، بعدا اینها رو تو جای بحث ان شاء الله بیان میکنیم. لا ینطبق این بنا علی اساس الخلقت و الفطره، اصلا این با فطرت و خلقت هم سازگار نیست این نگاه. فإن غاية ما نجده في الإنسان من الداء الطبيعي، اونی که از نظام اجتماعی دائی انسان است به نظام اجتماعی، من الداء الطبيعي الى الاجتماع و تشریک المسائی، هو ان بنيته في سعاده حياته تحتاج الى امور كثيره و اعمال شتى لا يمكنه وحده ان يقوم بها جميعا الا بالاجتماع و التعاون فالجميع يقوم بالجميع، همه با هم قدم برمی دارن تا جمیع محقق بشه و جمیع این اهداف. و این نگاه اولیه به صلاح مرحوم علامه است در تثبیت این مسئله، اما بعداً بیان دقیق تری که ایشون از بعضی از کلماتش استفاده می شود این است که ابتداءً با اونها مسامحه می کند، بحث رو به اینجا می کشاند که اجتماع یک بیانی است که اونها دارن بیان میکنن، ما میگیم اب نداره تشریک مسائی، خانواده با اون متفاوت است، درسته؟ بعدن در نگاه دقیق اجتماع رو از سنخ خانواده قرار میدیم، نه خانواده رو از سنخ اجتماع. تونستم عرضو برسونم؟ ببینید تو نگاه اول ما میگیم بین اجتماع و خانواده تفاوت است، شما اومدید گفتید خانواده از سنخ اجتماع است و لذا هر حکم رو برای اجتماع میکنید جزءش رو برای خانواده قرار میدید، درسته؟ ما میگیم که نه اینجوری نیست، با شما در اجتماع تشریک مساعی داریم، میگیم یکی اب نداره، غایت ما این است، اما خانواده رو میگیم غایت متفاوت میشه. وقتی که تونستیم رو تثبیت بکنیم، تونستیم اهداف این رو تبیین بکنیم، بعد میگیم که اجتماع از سنخ خانواده است، لذا حیات برای اجتماع قائل میشیم، یک در حقیقت قدرت و یک نظام اجتماع، منتها در عینی که خانواده رو منشأ میبینیم به این عنوان، نه اجتماع رو منشأ خانواده. از این ور بعد حرکت میشود که اجتماع وقت میشود چی؟ یه خانواده بزرگ، نه خانواده بشود یه اجتماع کوچک. دقت کردید چقدر تفاوته؟ این دوتا نگاه رو بعداً میتونیم تو لابلای لذا بعضی این تفاوت رو احساس نکردن، به علامه بعضی جا میگن اجتماع رو یه اعتبار محض میدونه، بعضی جا میگن نه اعتبار رو براش حقیقت قائله، و یا بعضی ها میگن نه ایشون به تفاوت مبتلا شده، گاهی این حرفو زده گاهی اون حرفو زده و نتونستن یه وجه جمعی برای مسئله پیدا بکنن. خب اینجا ببینید، اینجا داره تو مرتبه اول حرف میزنه که اول اومد گفتش که اجتماع رو ما با شما قبول داریم تشریک مساعیه، درسته؟ همه قدم برمیدارن برای تو. مرتبه دوم گفتیم خانواده از سنخ کوچک اجتماع نیست، و بعد میایم اون بحث بعدی رو تو غیر از اینجا وقت بیان میکنن. خب ببینید اون دقیقه اینا بحثایی است که بعداً ما بهش باید برسیم، یعنی اینا اون چیزی که تو قرآن داره مطرح میکند، اونی که تو روایات ما مطرح میکنن، اما بیایم این به عنوان یک قاعده، نه فقط تو مباحث حالا تحلیل مسائل اجتماعی فقط، بلکه به عنوان یک قاعده تو نظام تکوین و تو نظام طبیعت اگر دیدیم، اون موقع بحث خیلی شکل و شمایلش متفاوت میشه، تا یه جایی مجبور شدیم بگیم که نه خانواده تأثیر داره تو نظام اجتماع، لذا باید از خانواده شروع کنیم تو مرتبه اخلاق. یه موقع اینجوری میبینیم، یه موقع میگیم نه اصلا اجتماع بعدن میشود یه خانواده بزرگ، احکام خانواده رو که تبیین کردیم او رو بس سرایت میدیم تو نظام چی؟ تو نظام اجتماع. این نگاه متفاوت میشه. بله، هو ان بنيته في سعاده حياته تحتاج الى امور كثيره فالجميع يقوم بالجميع والاشواق الخاصه المتعلق كل واحد منها بشغل من الاشغال و نهب من انها الاعمال. میگه شوق هایی هم که ایجاد شده، هر شوق خاصی که هر کدوم به شغل خاصی، یکی نجاری رو دوست دارد، یکی آهنگری رو دوست دارد، یکی پزشکی رو، اینها شوق های مختلف اشباع میشوند، اعمال متفرق در افراد حاصل میشد، یحصل من مجموعها مجموع الاشغال و الاعمال، همه شغل ها و همه اعمال با هم دیگه چی میشه؟ که نیاز انسان هاست محقق میشود. و حاضر دای نمایت او الال اجتماع و تعاون بین الفرد و فرد این ما کانا، هر کدام که باشن، هر جوری که باشن، این از این خانه از این اجتماع میره توی اجتماع دیگری،
از ایران بلند میشه مثلا میره در حقیقت کجا؟ ترکیه. میره در حقیقت یک کشور دیگری. باز تو همونجا میبینید که حاجات و حیاتش به همون صورت چی میشن؟ تو ارتباط محقق میشود حاجات و حیات او. بله، بین الفرد و الفرد این ما کانو و اما الاجتماع الکائن من رجل و امراه فلا دعوت من هازد دایی به نسبت الی. این گونه نیستش که نوع دعوت همین دعوت تشریک مسائی به اجتماع باشد، اینجوری نیست. فبناء الازدواج على اساس التعاون الحيوي انحراف. اگر کسی ازدواج رو گذاشت اساسش بر اساس همون که اجتماع هست که تعاون حیوی هستن، کمک کردن در زندگی، اگر این بخواد بگه کمک کردن در زندگی باشد، انحراف عن صراط الاقتضاء الطبيعي للتناسل والتوالد الى غيره مما لا دعوه من الطبيعه والفطره بالنسبه الی. خانواده اساسش بر تعاونه، تعاونم توش هست ولی قاعده تعاون نیست، تعاونم تو این هست. چون ببینید خود خانواده هم به نحوی خودش یه اجتماع هم هست، اما خواصی دارد، اختصاصاتی دارد که او رو از یه اجتماع کاملا ممتاز میکنه. غایت نهایی خانواده، غایت نهاییش او نیست، تعاون و تشریک مساعی نیست. اگر کسی که غایت نهاییش اونه، این انحراف از مسیر خلقته. ولو کان الامر علی هازا، اعنی وضع الازدواج، اعنی وضع الازدواج علی اساس التعاون و الاشتراک فی الحیات، کان من اللازم ان لا یختص امر الازدواج من الاحکام الاجتماعی به شیء اصلا، همه احکامش الا الاحکام العامه الموضوعه مطلق شرکت و تعاون، احکام خانواده تحت احکام شرکت و تعاون قرار میگیرد. و فی ذلک ابطال و فضیلت الافر رأسن و ابطال و احکام الانصاب و المباریز که ملتزمت خوش شیوعیه. اینها رو بعضی از مثلا مسلک ها و مکاتب هم مثل شیوعیه، مثل کمونیست ها قبول کرد. و فی ذلک ابطال و جمیع القرائز الفطریت التي جهز بها الذکور و الاناث من الانسان و سنزیده ایزاها انشاءالله در محل خودش. و اما الطلاق فهو من مفاخره به اصطلاح هذه الشریعت الاسلامیه، که خود طلاق هم که تو همین راستا تعریف می شود، وقد وضع جوازه علی الفطره اذ لا دلیل من الفطره يدل علی المنع. و اما خصوصیات قیود مطرح دیگر در طلاق ان شاء الله در جایگاه خودش، ایشون احاله داده به صورت طلاق اما اونجا همین بحثو نکردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی سلامت بفرمایید. اومدن بررسی کردن تفاوت نظر تفسیر با نظر اسلام. اونا مگه نمیگن که غایت اصلی ازدواج تشریک مساییه؟ بله درسته، اونا میگن. بله، ما داریم قانون طبیعی خودمون که سافل هم هست و با قانون لایه آخر اونها داریم مقایسه میکنیم، در صورتی که ما باید بیام غایت اصلی خودمون با غایت اصلی اونها مقایسه کنیم. نه، اونها ببینید انسان رو چی تعریف کردن؟ همین نظام طبیعی. لذا براش تشریک مساعی رو که حاجات طبیعیش رو میخواد برقرار کنه. شاید اینا هم هدف سافلشون تشریک مساعی